سلام دوستان، خاله سیما هستم. به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز هم با آموزش تاس کباب مرغ به روش خودم خوش اومدین. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. به 2 عدد هویج 3 عدد، پیاز 3 عدد، سیب زمینی 3 تا 4 عدد، مرغ 5 تکه، آلو 7 تا 8 عدد، فلفل و زردچوبه و نمک به مقدار لازم. در صورت دوست داشتن میتونین از زعفرون هم استفاده کنین. شروع کنیم موادمون رو به خرد کردن. من از به شروع کردم. به همون 4 قسمت کردم. این سیاهیش رو در میارم. این وسط یه سری دونه داره. سعی کنین دونه هاتون رو سالم در بیارین، بعد خشکش کنین. برای بچه ها یا خودتون وقتی سلفه میکنین خیلی موثر و خوبه. میتونین اندازه 10 تا دونه شو توی لیوان بریزین و آب گرم بریزین روش تا این لعاب بندازه و شب بخورین تا صبح سینه‌تون خیلی نرم و خوب میشه. قسمتش نداشت. دونه ها اینا هستن. حالا میریم سراغ خرد کردن. شما به 2 روش میتونین بهتون رو خرد کنین. یکی این که گرد حلقه کنین، ولی چون به من خیلی بزرگ بود حلقه هاش بزرگ میشد. من حالا حالت خلالی خرد میکنم. خیلی هم نازکش نکنین. به این اندازه خیلی خوبه. اونو خرد کردم، تموم شد. حالا هویجامونو، چون هویج من بلند بود هر کدومو به 3 قسمت تقسیم کردم. حالا ورقه ای های ضخیم خرد میکنیم. تقریبا هر کدومش رو 3 تا یا 4 تا، 3 تا ببرین بهتره. به این شکل مونم حلقه حلقه خرد میکنیم. پیازمونم حلقه هاش نباید خیلی نازک باشه. به این شکل خیلی خوبه. خرد میکنیم، میذاریم کنار. بعد سیب زمینی هامونو خرد میکنیم. به این شکل سیب زمینی هامونو خرد میکنیم. سیب زمینی هامونم به همین شکل. مقدار روغن ریختم تو مایتابم و مرغ رو چیدم توش. الان یه مقدار نمک میزنم. فلفل و زردچوبه رو مرغامو میزنیم. بعد شروع میکنیم به چیدن موادمون. میبینیم کدوم از موادمون دیر پستره. از اون شروع میکنیم. از هویج شروع میکنیم که وا نره. کامل هویجا رو میچینیم. بعد پیازامونو به خاطر این بعدن چیدم که بوی تخم مرغامونو کاملا بگیره و طعم خوبی به مرغامون بده. این غذا هم رژیمیه، هم ساده است و فوق‌العاده خوشمزه. بعد از اینکه پیازامونو چیدیم بهامونو میچینیم. به چون مواد اصلی این غذا سعی میکنیم بیشتر بذاریم. این غذا رو میتونیم با نون بربری تازه یا با سنگک میل کنیم. فوق العاده خوشمزه میشه. حتما درست کنین و در کنار عزیزاتون میل کنین. چاشنی این غذا میتونین از آب لیمو شکر استفاده کنین یا مثل من آلو بریزین یا اینکه فقط آب لیمو خالی. دیگه مونده به ذائقه خودتون. بعد به جای مرغ هم میتونین از گوشتم استفاده کنین. چون من عجله داشتم میخواستم زود پخته بشه اما مرغ استفاده کردم. میتونین از گوشتای استخوندار چربیدار استفاده کنین. این غذا رو فوق‌العاده خوشمزه میکنه. سیب زمینی هامونو میچینیم.
حالا من بعد از اینکه تاست کبابم آماده شد تستش میکنم، اگر دیدم تمش زیاد جالب نیستش براش شکر و آب لیمو هم درست میکنم اضافه میکنم که فوقالعادهش میکنم. آلو داشتیم، آلوامون هم لابلای اینا میذاریم. بعد دوباره میاییم نمک میریزیم. من نمک رو یه مقدار بیشتر میریزم که به مواد زیرمون هم برسه. زردچوبه میزنیم. همین مقدار کافیه. یه مقدارم فلفل. این دیگه ادویه خاصی نداره. ادویه اصلیش همین فلفل و زردچوبه و نمکه. اگر دوست داشتین زعفرون هم میتونیم بزنیم. حدود 2 لیوان هم آب اضافه میکنیم، میذاریم رو شعله گاز تا به جوش بیاد و بعد کمش کنیم. هر چقدر آروم آروم این غذا به پزل جا بیفته خوشمزه تر میشه. کافیه؟ درشو میذاریم و میبریم میذاریم رو شعله گاز. اینجور که میبینین تاست کباب ما آماده است، پخته شده. من یه مقدارم زعفرون خشک و پودر کردم روش ریختم. دیگه شعله گاز رو خاموش میکنیم و آماده است برای سرو کردن. امیدوارم که تاست کباب امروز ما رو پسندیده باشین، درست کنین و در کنار عزیزاتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. تا برنامه بعد و آموزشی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.